دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال من خیلی خوش اومدین. بچه یه سری ترک از شاهین نجفی با هم دیگه آنالیز و ریاکشن گرفتیم. شما یه پیشنهاد عجیب غریب به من دادین، یه ترک با یه اسم واقعا عجیب به اسم بواسیر، اجرای زنده گوتنبرگ شاهین نجفی. ببینید شاهین نجفی چندین بار راجعش صحبت کردیم که بسیار هنجار شکنه، بسیار ساختار شکنه، از ترانش، از ظاهرش و از اسم حتی ترک. حالا شما اصلا اسم ترک رو ببینید، یعنی فقط از ایشون برمیاد که یه چنین اسمی برای ترک انتخاب کنه و کنسرت هست. خب این خیلی پیشنهاد خوبی بود و اگه مشابه این پیشنهادها رو بکنید، از ترک های اعتراضی مناسب برای شرایط کنونی که کنسرت هم باشه، خب حرف زیاد برای گفتن خواهیم داشت. میریم با هم دیگه خیلی زود ترک رو بررسی کنیم و طولانی هم هست، بریم ببینیم که چطوره. چه استیج خالی و شیکیه، حدس میزنم یه آمفی‌تئاتر باشه. برج آزادی تهران هم یه چنین طوریه، یه آمفی‌تئاتر، استیجش پایینه، مردم بالا هن، خیلی حس خوبی میده. من کنسرت های زیادی تو برج آزادی تهران داشتم و بهترین کنسرت هم بود، خیلی حس خوب و نزدیک، چون تو چسبیدی به تماشاچی ها، میای جلو استیج بزرگ. الان که اینو دیدم یاد برج آزادی افتادم، فکر میکنم یه آمفی‌تئاتر باید باشه اینطوری. چه اسمی؟ از فاکتورهای مختلف کار رو بررسی میکنیم. خودش هم خندهش گرفته. حالا همچه وای میستیم، حالا واقعا باید ببینیم که منظورش چیه. خب خیلی عجیبه دیگه، الان مثلا گفت داشت از درد صحبت میکرد، از اینکه نمیتوان نشست. بعید میدونم که مثلا بخواد واقعا میدونم که بواسیر یه بیماریه که دردناک هم هست، مال اون پشت دیگه. و حالا بعید میدونم، این حتما یه ایهامی تو داستانه و این داره به یه جایی اشاره میکنه که به زودی اتانا متوجه میشیم که این به این درد و این بیماری چرا داره اشاره میکنه. فقط حالا من حالا تا اینجای کار گام آهنگو در بیارم، میگم فضای کار چیه، تک کرد یا دو کردم بود. آهنگ در لامینور هست که میدونیم لطیفترین گام موسیقیه و کورد لامینور رو داشتن میزدن، ولی در حالتی که دوشو نگیری، که ما اینو توی آنفورگیون متالیکا شنیده بودیم با 32. حالا برعکس، از بالا میایم پایین، از 32. حالا بچه یه چیزی راجع به اکویپمنت بگم. الان گیتاریستی که داریم میبینیم معلومه گیتاریست خیلی خوبیه، از تجهیزاتش ببینید. الان گیتاری که داره شاروله، گیتار خیلی خوبیه و اون افکتی که پشت سرش چراغش الان میبینین روشنه، اون فرکتال اکس فیکسه.
یکی از بهترین افکت های دنیاست که تو رکه و دیجیتال داره صدا میگیره. هر کسی فرکتال نمیخره، یعنی طرف باید خب بتونه فرکتال، صدا سازیش سخته. خلاصه فرکتال یک تجهیز تخصصیه، باید حتما آرتیست خوبی باشی که بری تجهیز بخری. خودش هم دستش گیتار مارتینه، یکی از بهترین گیتارهای سیمفلزی دنیاست و صدای خوبی هم ما الان داریم میشنویم. حالا این تا اینجای کار بریم جلو، بدونیم چه فضاییو میخواد برام ایجاد کنه. و اصلا لباس پوشیدنش هم خیلی ویژه است، با یه کچی الوار، کراوات، جلیقه، رجوع بواسیر، اصلا جور در نمیاد. داغ میشوی سرنگی درنگی، نمیتوان نشست چیده در روز مرگینگی، چیره چیده زلف ما رو. آهان داره موضوع رو روشن میکنه. ما غرق غرز و سار، سیلی و سرخی شرم گوشت، قبض مرگ و کابوس روز، شب قطع و قحطی نور. صدا کن رو اشارو، صدا کن بازم رضا رو. رضا شاه خب یه اینتروی بود که فقط فضا سازی و صدا فقط اینسترومنت، فقط یه آکورد ساده، آرپژ ساده، فضا سازی، یه اینترو بود ولی طولانی، 2 دقیقه و نیم. بریم ببینیم ادامه کار چیه. تا اینجای کار ما هنوز گنگیم که چرا داره از بواسیر صحبت میکنه. راستش بگیم اجرای تمیزی، چقدر جوست و تمیز، چقدر اکتا تمیز و واقعی، خیلی حال کردم. چه اسمی آخ، گیتار رو با خودش نبرد، یعنی برد نبرد. وای دیدی این بچه بزن آقا، وای چقدر غرق کار شدم اینجا رو گوش کنی. ببین داره میگه چی کار رو، چه اینا چیز بود دیگه، یعنی در واقع نخواست واقعا دعواش کنه. موضوع چی بود؟ الان داره میگه که آقا کل کشور عصبی هن، مدرسه و فلان و خانواده و همه عصبی. یه خودش هم مثلا خیلی عصبی گفت بزن آقا، ولی خب میخواست عصبی بودن رو نمایش بده دیگه. ولی چقدر واقعی این کارو کرد، انگار واقعا مثلا از یارو خواسته آقا بزن دیگه، یعنی چرا نمیزنی مثلا. خیلی خیلی خوب فیلم بازی کرد، یعنی شاید هم واقعا واقعی بود، نمیدونم. دستش هم کرده تو جیبش، عصبی داره یارو رو هم نگاه میکنه، درامره رو.
داره بچه‌ها یک کاراکتر سازی میکنه دیگه، موهاش هم داره میخارونه، انگار عصبیه، دستاش تو جیبش داشون درامارا نگاه میکنه، این یارو گیتاریست رو هنگ کرده فکر کنم این فلبداهه داره اینجوری چیز میکنه، اونم خودشون موندن این چرا اینجوری میکنه، چه بازیگریه. فرمانده و سرباز و پادگان و دشمن عصبی، عید و عزا و عروسی و میزبان و مهمان عصبی، جام شناس عصبی، جانور شناس عصبی، گوینده و مجری، شومن و کارشناس عصبی، گم امنا شرم عصبی، مشهر عطا عصبی. چی گفت؟ گم امنا شرم عصبی، مشهر عطا عصبی. ترکی بود؟ مشهر عطا عصبی. گوینده و مجری، شومن و کارشناس عصبی، گم امنا شرم عصبی، مشهر عطا عصبی. اعتراف با زور، اعتراضای کور عصبی، دکتر و جراح عصبی، پرستار و بیمار عصبی، سیر عصبی، گشنه عصبی، گدا و مایه‌دار عصبی، پیر بچه گی، ترنس زنانگی عصبی، شیوارگی از خود بیگانگی، مردانگی عصبی، دعاون ماز عصبی. بچه وایسین، الان ولوم کیبورد بیشتر شد، چقدر خوب این آهنگ سازی کردن، داره میگه شما اون زیر و یه بیس ساده، یه کلین فول تکرار، بارها راجبه سوال کردیم تکرار باعث التهاب میشه، شما یه چیز رو هی تکرار کنی التهاب ایجاد میکنه، این از موضوع اون کلین گیتاری که داره همینجوری هی از اول آهنگ داره یه تک یه چیزی رو میزنه، بیسه هم همینطور، و اون فضایی که کیبورد داره اجرا میکنه که روت درجه 6 درجه 4 و درجه 5 هستن، این هم به استرس و اضطراب اضافه میکنه، در واقع تمام زمینه و اینسترومنت ها دارن یه التهابیو برای ما درست میکنن، این از فضا سازی. حالا خودش داره کاملا ما جملاتی که میگه این عصبی اون عصبی، داره در واقع بیان میکنه که کشور ما همه عصبی هن. حالا چرا و اینا چی باید بریم جلوتر، ولی واقعا بچه ها واقعا شما وقتی که جاهای دیگه از دنیا رو میرین میبینی که واقعا مردم ایران خشمگینن، واقعا عصبی هن، واقعا عصبی هن، واقعا خشمگینن، یعنی شما از راننده تاکسی سر کوچکترین چیزی به هم دیگه میپرن، میبینی که شما تو چقدر تو خیابونا یه ذره مثلا به اون که بوق میزنی برمیگرده مثلا فوش میده، اصلا این عصبی بودن و خشمگین بودن مردم ما که دلیلش مشخصه، که دلیلش مشخصه که چیه، حالا احتمال داره که خودش هم اشاره کنه، پس من الان چیز نمیگم چون میخوام ترانه مفصل احتمالا روش مانور بده و ما هم راجع بهش صحبت کنیم، ولی واقعا داره میگه این عصبی اون عصبی، خانواده، مدرسه، دانشگاه، دکتر، همه رو داره دونه دونه اسم میاره که عصبی، واقعا حقیقت داره. فقط اون ترکیه چی بود؟ ترکی بود؟ چی بود؟ ترکی نبود؟ پیر بچه گی، ترنس زنانگی عصبی، شیوارگی از خود بیگانگی، مردانگی عصبی. چقدرم با احساس خوب داره. ببین الان حالا ما میخوام ذره دیر پاز بزنم چون خیلی با احساس داره این کار اجرا میشه که بیشتر غرق احساس کار بشه، یعنی کمتر حرف بزنم بیشتر گوش کنیم، پارت های طولانی مکس کنم، ولی چقدر خوب داره، من مطمئنم شنونده ها و بیننده های اونجا بیننده تماشاچه واقعا پلک نمیزنن، انقدر خوب داره شو میکنه، انقدر این احساس خوب داره منتقل میکنه، واقعا آدم دوست داره پلک. مثلا خود ما الان 4 دقیقه و نیم گذشته همش منتظریم چی میشه، چی شده، داستان چیه. دعاو نماز عصبی، همسر جانباز عصبی، فرزند شهید عصبی، سردار برج‌ساز عصبی، وزیر و وکیل و استاد و دبیر و دانشجو، قاضی و دادستان و مجرم و بازجو عصبی، مدافع حقوق بشر و حرم و محیط زیست عصبی،
سرطان و سیاتیک و سکته و دیسک عصبی، مخالف حجاب عصبی، دختر انقلاب عصبی، بیداری و خواب عصبی، قرص اعصاب عصبی، قرص اعصاب عصبی. اوف، قرص اعصابم عصبی، قرص اعصابم عصبی، تضاد داشته باش. چقدرم خوب شو میکنه، قشنگ یه مشابه یه تئاتر موزیکال ها. مخالف حجاب عصبی، دختر انقلاب عصبی، بیداری و خواب عصبی، قرص اعصاب عصبی، قرص اعصاب عصبی، قرص اعصاب عصبی، قرص اعصاب عصبی. ببینین چه غرق کاره، چه شومنی ها، این چه هنرمند خفنی بود. قرص اعصاب عصبی، قرص اعصاب عصبی، تلو تلو میگه تکون میخوره. ترس و استراب عصبی، پیر عصبی، میر عصبی، عرق و تقدیر عصبی، دین عصبی، مارفین عصبی، پای روی مین عصبی، پای روی مین 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 عصبی، چپ و راست عصبی، آمی و خاص عصبی، هوش و راست عصبی، هوش و راست گریه کنید، روشن فکر را گریه کنید، تلویزیون یا رادیو چیا ویژیتری یا ویرژینا گرسی یا دماغی یا منگلی یا بابا. این خیلی خفنه بچه ها. من اصلا شاهین نجفی ببین هر هی ترک به ترک دارم بیشتر راجبش صحبت میکنم، من واقعا باش آشنا نبودم، الان دارم میبینم هر چی بیشتر میذاره این فقط به نظرم کمتر از جایگاهش معروف شده، اونم به خاطر خاص بودنش، یعنی از عامه پسندی خارجه، ولی خیلی هنرمنده. یعنی یه ترک ازش ریاکشن کردم گفتم چقدر مثلا ترانه سرای خوبیه، یکی دیگه ریاکشن کردم گفتم این چه خواننده خوبیه، مثلا چه راک خوب میخونه، متال هارش میخون توی اون بی 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 سینام چی، یکی دیگه این چه رپر خوبیه، این چه پاپ خوبیه، این چه تنظیم کننده خوبیه، این چه فلان خوبیه، این چه ال خوبیه، الان این چه بازیگر خوبیه، چه بازیگر خوبیه، چقدر یه تئاتر ریل خفن اندازه یه بازیگر درجه یک داره بازی میکنه. حالا الان دیدین چجوری سوز و غم و نوحه رو تو کار آورده، اصلا این ایده ها به عقل جن نمیرسه ها، یعنی کاملا هر ترک یه ایده، اصلا یه استایل نه ایده فقط. روشن فکر اصلا اجرای این کارم سخته، یعنی شما بخوای نوه باید نوه خونی کرده باشی قبلا. باید اونیم چرا تو شاعری کس آفن شاعری بابا این اصلا خیلی ویژست بچه ها. حالا نمیدونم علاقه من دیم بزنم اقعا الان که شما میتونی جواب بده، یعنی لایوود با همدیگه میزدم اقعا جمله به جمله شد، از نظر بازیگری داره بی نظیر اجرا میکنه ها. حالا با هم گوش کردیم، بزنیم یه ذره عقب بهتون میگم چه خبره. خیلی خفن. این چی بود دیگه؟ واقعا نظرم نسبت به شاهین نجفی نمیگم عوض شد، اصلا خیلی خیلی خفنه. داره میگه گریه کنین داره میاد، اشاره به بواسیر داره، داره میاد، ولی ایهام دیگه. داره میاد، او شور انقلابی داره میاد، او درد گرفتین مطلب چیه؟
وقتی گفت آخه اصلا دهنش باز میمونه ها، شور بدین شور بدین، با چه بازیگری درجه یکی، یعنی بازیگرای ما اینجوری نمیتونن درست تئاتر بازی کنن که این داره این کارو انجام میده. و دیستورشن گیتار اومد تو کار. مشخار شاعر انقلابی کت شلوار نمیپوشه بالا، شاعر انقلابی کت شلوار نمیپوشه، الان در میره کت شلوارشو فکر کنه. مشتاق پرتاریا مشتاق 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 پرتالاتی پرتلا پرتالاتریا پرتالاتریا مشت مشتاق پرتالات پرتالاتیا پرتال پرتالاتیا پرتال پرتالاتیا پرتالاتیا ببین این اصلا بازیگره تا موزیسین، میدونین داره چیکار میکنه اینجوری غلط قلوت داره میگه. این مسئولین ما هستن میان براشون یه چیزی مینویسن، میاد به یه کلمه سخت میخوره و دوست داره حتما قلوم به سلومه هم حرف بزنه، با این سوادشو نداره همه رو غلط قلوت هی میخواد اصلاحش کنه نمیتونه بدتر میکنه، داره یه تیکه به حدس میزنم به مسئولین من مثلا میندازه که میخوان همچین مدرن هم صحبت بکنن ولی بی سوادن پر از غلط خلوت و این هی سعی میکنه درستش کنه و چه بازی داره میکنه با اون التهاب و عصبی. زد زیر گریه. این معلوم چون تمرکزم یکم به هم خورده، بیسمنت اکونومیم یه مقدار دارکنسه، بیسمنت دارکنس اکونومی، بیسمنت دارکنس اکونومی خریدان شامورتیا آمورتیا آمورتیا کردن اونایی که تو این کنسرت بودن، چه کیفی کردن، چه شوی کرد، چه شوی کرد بچه ها. این کی بود دیگه؟ باز هوای وطنم، وطنم آرزوز هدیه بگن آن دهنم بدنم کفنم گیتار بسمان بکن. این چی بود دیگه؟ این چی بود دیگه؟ عجب شویی، چه تئاتر موزیکالی با چه بازیگری. کفم برید، اصلا مشابهشو ندیدم و نخواهم دید شاید، یعنی در دنیا قابل رقابت بود، اصلا از اشل ایران خارج بود. چه بازیگریه آقا، دمتون گرم، عجب پیشنهاد دادی، من اصلا واقعا کف کردم،
از این هنر به این اصلا خیلی بچه این تلنت نابغه است، این کجا بود؟ من یعنی من ذره ناآشنا بودم، شما حتما اشراف داشتین. خیلی خفن، بیشتر از این بعد ازش میریم که معلومه ما کلی از هنرش کم بهره بودیم، بیشتر میریم بیشتر با کار آشنا شیم. دمتون گرم، مواظب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.